سلام دوستان، به کانال باید بدانیم خوش آمدید. در این برنامه به حمله سینا ولی الله به جمیله علم الهدا همسر ابراهیم رئیسی میپردازیم. قبل از هر چیز در این قسمت زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما روی زنگوله کنارش کلیک کنید. جمیله علم الهدا بزرگترین دختر سید احمد علم الهدا نماینده خامنه‌ای در خراسان رضوی و امام جمعه مشهد است. او در سال 1362 و در سن 18 سالگی با ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران ازدواج کرد. جمیله علم الهدا مادر دو دختر است که یکی از آنها دانشجوی دکترای جامعه شناسی دانشگاه تهران و دیگری دانش آموخته کارشناسی فیزیک از دانشگاه صنعتی شریف است. در اواسط تابستان 1402 و دو روز پس از انتقاد 9 عضو شورای شهر تهران به دخالت داماد زاکانی در امور شهرداری، محمد مهاجری فعال سیاسی اصولگرا از دخالت‌های همسر رئیس جمهور خبر داد و نوشت: جناب آقای رئیسی، با اطلاع می‌گویم اعضای دولتتان از اینکه برای گزارش کار خدمت خانم علم الهدا برسند احساس حقارت می کنند. به نظر می رسد همسر رئیسی می خواهد طرح تازه‌ای در اندازد، طرحی که نقش سیاسی همسر رئیس جمهور در آن مشهود باشد. هرچند این نقش تبلیغ رئیس جمهور را بکند و یا از دیدگاه های سنتی پدر درباره جایگاه زنان در جامعه دفاع کند. عرشه نوشت: جمیله علم الهدا که در ایام مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری درباره شرکت همسرش در انتخابات گفته بود که به عنوان همسر آقای رئیسی موافق حضور ایشان در انتخابات نبوده، اما به عنوان یک هوادار در بین نامزدهای انتخاباتی تنها کسی که ویژگی‌های مد نظر رهبر را دارد آقای رئیسی است، حالا تمام قد از گفتمان دولت ابراهیم رئیسی دفاع کرده و نماز خواندن همسرش در کاخ کرملین را ستایش می‌کند. او تا جایی پیش رفته که ابراهیم رئیسی او را به نگارش کتاب خاطرات به عنوان همسر رئیس جمهور تشویق کرده است، کاری که میشل اوبامای آمریکایی کرد. جمیله علم الهدا همسر ابراهیم رئیسی رئیس جمهور حال حاضر ایران در نخستین مصاحبه خود با یک رسانه آمریکایی به تام اوکانر نویسنده ارشد سیاست خارجی نیوزویک و معاون سردبیر امنیت ملی و سیاست خارجی این نشریه گفت: فمینیسم به سبک غربی برای جمهوری اسلامی ایران نامناسب است. او تلاش‌های آمریکا و دیگر قدرت‌ها را برای صدور ارزش‌های خود به کشوری که در آن به گفته وی زنان از همه حقوقی که همیشه به آنها نیاز دارند برخوردار هستند مورد تمسخر قرار داد. نیوزویک نوشت: علم الهدا پیش از روی کار آمدن همسرش مدرک دکترای خود را در رشته فلسفه تعلیم و تربیت از دانشگاه تربیت مدرس دریافت کرد و پیش از تأسیس مؤسسه مطالعات بنیادین علم و فناوری در دانشگاه شهید بهشتی در تعدادی از مناصب دانشگاهی مشغول به خدمت شد. وی در سال 2020 از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی به سمت دبیر شورای تحول و نوسازی نظام آموزشی منصوب شد. وی به عنوان همسر رئیس جمهور ایران که عنوان مورد علاقه اش برای نیوزویک توصیف شده، حضور پررنگتری نسبت به پیشینیان خود داشته است و حتی رئیسی را در سفر ماه ژوئن به آمریکای لاتین همراهی کرد. و از این کانون توجه برای دفاع از پیشینه ایران در مورد حقوق زنان استفاده کرده است. وی در این مصاحبه به نیوزویک گفت: مردان در ایران ترجیح میدند از همسر خود نخواهند که کار کند یا پولی به خانه بیاورد. زنان به عنوان افرادی در نظر گرفته میشوند که در مقام مادر، همسر یا دختر با مردان عشق را به اشتراک میگذارند. وی گفته است: شاید برای شما بسیار هیجان انگیز و جالب باشد که زنان در ایران برای حقوق خود مبارزه نکردند، زیرا از حقوق خود برخوردار هستند و آن هم به دلیل حفظ حرمت آنها
در جامعه توسط مردان است. سینا ولی الله، مجری و طنز پرداز برنامه چند شنبه با سینا که از شبکه MBC پرشیا پخش می شود، این سخنان جمیله علم الهدا را به سخره گرفت و گفت خب از قرار معلوم گونی پیاز اول کشور یا همون بانوی دوم کشور باز چشمش خورده به خبرنگار خارجی و شروع کرده به خزعبل بافی. از جمله این که گفته مردان ایرانی یعنی 40 میلیون مرد ایرانی دوست ندارن زناشون بیرون از خونه کار کنن و ترجیح میدن زناشون توی خونه و به همون شغل شریف فرزندآوری مشغول باشن. نکته حائز اهمیت اینه که پس چرا خودت نمیتمرگی توی خونه؟ پس چرا خودت عین معده بچه 3 ماهه اینقدر کار میکنی و فعالی؟ بگیر بشین خونه دیگه. چرا اینقدر اینور اونور میری حرف میزنی و خزعبل میگی؟ اون شوهرت کم گن میزنه، تو هم عین آفتابه همینجور پشت سرش اینور اونور میری و کار میکنی و زحمت میکشی. بمون خونه. مگه به عنوان یک مرد ایرانی همسرتون نباید متنفر باشه از اینکه شما بیای بیرون و کار کنی؟ گوش بده، لااقل تو به حرف شوهرت گوش بده، کسی که اونو تحویل نمیگیره. جمیله علم الهدا در ادامه مصاحبهش گفته بود ارزش هایی که زنان در کشور مستحق آن هستند از نظر جنبه های اخلاقی در واقع به قوانین و مقررات تبدیل شدند. ما می توانیم این قوانین و مقررات را که به حمایت از زنان در جامعه اختصاص دارد با شما به اشتراک بگذاریم تا شما آنها را با سایر نقاط جهان به اشتراک بگذارید تا ببینند ما چگونه با آن مسائل برخورد می کنیم. وی در بخش دیگری از این مصاحبه گفته است جنبش فمینیستی سایر نقاط جهانیز در ایران راه پیدا نکرده است و این در درجه نخست به دلیل گرایش به خشونت است. برخلاف آن، زنان در ایران آرامش را ترجیح می‌دهند تا در معرض خشونت از طریق رویکرد فمینیستی نباشند. این همان تفاوت چشمگیر بین این دو عنصر است. باید اعتراف کنم که آنها، یعنی همان غربی ها، چیز زیادی از ایران نمی دانند. علت سوء تفاهم موجود نیز همین است. آنها به عمق وسیع رابطه بین زنان و مردان نپرداختند. به همین دلیل است که آنها زنان را با دید غربی می نگرند. جمیله علم الهدا می گوید باید اعتراف کنم که همه مردم استانداردهای جامعه را رعایت نمی کنند، اما آنچه غرب می خواهد در مورد زنان در ایران بیان کند یک موضوع بسیار سیاسی است. زنان در غرب در واقع بیشتر آنها احساس تنهایی می کنند. دلیلش نیز این است که خانواده و ازدواجشان کمتر مورد حمایت قرار می گیرد. زنان به دلیل احساسات بسیار عمیق باید بسیار مورد احترام قرار گیرند، اما در غرب آنها کارهای زیادی برای انجام دادن دارند، به اندازه یک مرد کار می کنند تا بتوانند حداقل استانداردهای زندگی را داشته باشند. و این تفاوت چشمگیر زنان در غرب و زنان در ایران است. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت می کنید. اگر می خواهید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، لطفاً ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو بزنید تا برنامه بعد. بدرود.